حرم چهار حجت الهی، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام در بقیع اولین بار در سال 1220 قمری به فتوای 15 تن از مفتیان کج فهم و متعصب مدینه ویران شد. حرم امامان بقیع علیه السلام سپس در سال 1344 قمری برای دومین بار توسط وهابی های تکفیری به صورت کامل تخریب شد و اکنون بیش از یک قرن از این جنایتی که بر علیه فرهنگ و تمدن اسلامی انجام شد، بلکه این جنایت ضد انسانی می گذرد. از جمله فعالیت‌هایی که در کشورهای مختلف برای بازسازی حرم بقیع انجام شده است، تلاش‌های مختلف عاشقان اهل بیت علیهم السلام در سرزمین ادیان و مذاهب یعنی هندوستان است. حجت الاسلام والمسلمین شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی شیرازی دامزلو در کشور هند میهمان ما هستند. جناب ادیب سلام علیکم، ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، ممنون از شما که ما را در این امر چیز دعوت دادید و انشاءالله که بتوانیم در خدمت امام حسین و عاشقان امام حسین باشیم. با نزدیک شدن به هشتم شوال روز جهانی بقیع، فعالیت‌های مختلفی در سراسر دنیا با هدف بازسازی حرم بقیع انجام می‌گیرد. شیعیان هند در سال‌های اخیر چه فعالیت‌هایی در این زمینه داشتند؟ عرض شد خدمت شما که شیعیان از همون روز اول، یعنی تقریباً از دیگران 100 ساله که این جنایت رخ داده، از همون ابتدا علیهش هم تظاهرات کردند، هم اون زمان صف کردند، احتجاجات را صف کردند، در حالی که اون زمان زمان استعمار انگلیس بود، ولی باز هم شیعیان و حتی غیر شیعیان، یعنی مسلمانان از قبیل محمد علی جوهر، محمد علی گوهر، اینها هم حتی سفر کردند به مدینه و کلن گزارش دادند که چه جنایت هایی شده است. در این سالهای اخیر هم الحمدلله شیعیان در روز هشتم شوال، اولا این روز را به عنوان روز عزا اعلام کردند به کل هندوستان. روز عزا برای شیعیان هست، لباس مشکی سیاه تن می کنند و در شهرهای مختلف تظاهرات و احتجاجات هست. حتی در شهر دهلی قبل از کرونا، البته چون این دو سال اخیر به خاطر کرونا دولت اجازه نداد که بتوانیم جلو سفارتخانه عربستان تظاهرات کنیم، ولی قبل از اون حتی این سال هم انشاءالله بنا هست فردا انشاءالله ظهر جلو سفارت عربستان تظاهرات برای این جنایت و همطور برای بازسازی قبور ائمه بقیع انشاءالله تظاهرات میشه در شهر بمبئی، در شهر حیدرآباد، در شهر لکنو احتجاج خیلی عظیم هر سال هست در یک منطقه خاص به اسم شهید اسمارک، اونجایی که معمولا تظاهرات اینچنانی انجام داده می شود. فردا انشاءالله تقریبا 100,000 نفر تقریبا تو این احتجاجات در سراسر هندوستان و شهرهای مختلف مثل دهلی و لکنو و حیدرآباد شرکت می کنند و همینطور به حکومت هندوستان یک گزارش داده میشه هر سال که آقا این که به این حکومت از طریق حکومتی از طریق دیپلماسی اگر هم امکان تذیر باشه فشار آورده بشه بر دولت عربستان که حرم بقیع و ائمه بقیع علیه السلام بازسازی شود. بله، در برپایی تجمع اعتراضی مقابل سفارت عربستان سعودی یا دیگر مکانها شیعیان هند چقدر فعال بودند؟ تقریبا عرض شد شما خیلی، تقریبا تمام شهرهای شیعه نشین، حتی شهرهای بزرگ مثلا دهلی و بمبئی از شهرهای بزرگ هست، حیدرآباد و انگلور، و چون دهلی سفارت داره خیلی فعال هستن الحمدلله. و دو جور احتجاج هست، یک این که یک راهپیمای مانند هست دسته عزا از یک منطقه خاص دهلی که منصوب به امیرالمومنین علیه السلام هست از اونجا حرکت میکنه میره تا سفارت عربستان سعودی و اونجا این اختتام پذیر میشه و تقریبا نزدیک 30,000 نفر تو دهلی شرکت میکنن در این مراسم و همونجا تظاهرات میشه، هم احتجاجات میشه، هم مظاهرات میشه و هم زن و مرد و بچه و کوچیک و بزرگ توش شرکت میکنن. همینطور در لکنو،
البته لکنون چون سفارت نداره، لذا از طریق طرف نماینده دولتی میاد برای اینکه احتجاجات را گوش کنه و این چیزها که داده میشد به عنوان درخواست مردمی برای بازسازی بخی به تحویل این نماینده حکومت هند داده میشه که به نمایندگان و از طریق سفارت به عربستان و حکومت عربستان منتقل بشه. الحمدلله در سالهای گذشته خیلی فعالیت زیاد شده. دو سال قبل که به خاطر کرونا احتجاج تو خیابون نمیشد انجام شد، از طریق اینترنت، از طریق احتجاجات اینترنتی، از طریق تویتر و واتساپ و فیسبوک و اینها احتجاجات ثبت شد و الحمدلله خیلی آمار بالا بود و مردم توش شرکت کردن. این سالم انشاءالله بنا هست تو دهلی جلوی سفارتخانه عربستان احتجاج بشه، هم تو لکنو جلوی کنسلگری عربستان در بمبئی و حیدرآباد هم انشاءالله احتجاجات به تاریخ اولا و انشاءالله با حضور جمعیت زیادی از شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام انجام داده میشه انشاءالله. آیت الله العظمی شیرازی بیش از 10 سال قبل 8 شوال را روز جهانی بقی نامگذاری کردند. از تأثیرهای فراوان این نامگذاری در گسترش فعالیت‌ها در کشورهای مختلف برای بازسازی حرم بقی برای بیننده‌های ما بفرمایید. بله، این خود فرمایش حضرت آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی با نامگذاری این روز را به عنوان روز جهانی بقی خیلی تأثیرش را زیاد کرد و عنوان را برای مردم مطرح کرد و جهانی و احتجاج را تقریبا میشه خوب جهانی کرد. و این زمان هم که زمان تگ کردن و تویت کردن هستش، این چیزها عنوان خودش یک عنوان تویت و تگ شد و مردم خصوصا جوانها دیگه جلو اومدن با طراحی پوسترها و نوشتن مقاله ها و گزارش ها و گزارش های از تخریب این، یعنی این جنایت ها که انجام شده، از اسناد تاریخیشون رو در آوردن، ترجمه کردن به زبان های مختلف و اردو زبان خصوصا در سراسر کشورهای جهان، حتی آمریکا، حتی انگلستان و اروپا، تقریبا اردو زبان ها خیلی نزدیک شدن به خاطر این عمل و این سفارش آقا. و این سبب شد که مردم یک دفعه بیشتر متوجه بشن طرف بقی. قبلا هم تظاهرات بود، ولی اگر ما اگر 10 سال بیش قبل را ببینیم، یعنی بیش از 10 سال قبل را برگردیم، خب چه جاهای کم بود، یعنی لکنو بود، دهلی بود، مثلا شهرهای دیگه نبود، یا مثلا تو هندو پاکستان بود، مثلا کشورهای دیگه نبود، تو اروپا مثلا کم بود، ولی این 10 سال الحمدلله خیلی بیشتر شده. حتی آمریکا، اروپا، جاهای دیگه هم توش شامل شدن و حتی تو آمریکا و بعضی جاها تو رفتن تو دادگاه بین المللی هم ثبت کردن، این درخواست دادن که این جنایت شده بر علیه، حتی نه فقط علیه شیعیان و علیه افراد خاص یک مذهب، بلکه علیه انسانیت، چون این یک ورثه تمام انسانیت ها، انسان ها هست که روش تخریب شده و باید بازسازی شود. و خود سفارش آقا خیلی سبب شده که مردم خصوصا جوان ها این امر را جدی بگیرند و تظاهراتشون را بیشتر و بهتر انجام بدن. بله، جناب شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در کشور هند با ما همراه بودند.